انتخابات ریاست جمهوری در 26568 محل برگزار شد. پس از رفع مشکل فنی و اینترنتی دستگاه‌های بایومتریک، کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون از مجموع 22588 محل اطلاعات 1,737,078 رای دهنده از طریق دستگاه‌های بایومتریک به ذخیره‌گاه مرکزی این نهاد منتقل شده و قرار است تا دو روز دیگر اطلاعات تمامی رای دهندگان وارد این ذخیره‌گاه شود. بیش از 1,000,000 رای دهنده تمام معلوماتشان به سرور ارسال گردیده است. به تعداد 22,916 ریزل شد از سیستم اپلود شده. بیشتر از 3,900 محل باقی مانده تحت پروسس است. آمار ارائه شده قابل تغییر است. آمار رای دهندگان که به ذخیره‌گاه مرکزی آرای بایومتریکی کمیسیون مستقل انتخابات منتقل می شود، با مشخصاتشان در این ذخیره‌گاه باکسازی چند مرحله ای شده برای مشخص کردن این که در چه شمار محل ها با شماری صورت گیرد. تعداد تایمرال شدگان دستگاه بایومتریک اضافه تر می باشد از مجموعه برگه های استعمال شده، در این صورت اونمو فرم نتیجه اولیه مدار اعتبار است و قابل بازشماری نیست. همزمان با این، سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان از بانک اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات دیدار می کند و از پشتیبانی واشنگتن از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تنها اعتبار بخشیدن با آرای بایومتریک شده خبر می دهد. همین که روند بایومتریک ادامه دارد، مردم اطمینان دارند که نتیجه آرای بایومتریک با نتیجه فیزیکی ورقهای رایدهی یکسان باشد و ما از نزدیک با کمیسیون انتخابات به کار تا زمان اعلام نتایج ادامه خواهیم داد. ما تنها تصمیم کمیسیون را برای شمارش آرای قابل اعتماد بایومتریک شده حمایت میکنیم و ما فکر میکنیم که این یک معیار خوبی است. کمیسیون مستقل انتخابات پیش از اعلام این نتایج کدام مأموریت ها را پیش رو دارد؟ مقایسه نتایج تیمراحل شده فرمه های دیجیتالی و فرمه هایی که فیزیکی آمده در مرکز ملی جمع‌بندی نتایج تیمراحل شده، یه هر دو رو ما مقایسه میکنیم تا تفاوت های اگر وجود داشته باشه و تفاوت ها رو بساس طرز عمل ما حل بسازیم. انتظار می رود که با شمارش تنها آرای بایومتریک شده، بخش از آرای انتخابات ششم میزان باطل شود.